فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن که ایشون برای امام حسین عزاداری میکنن، اشک میریزن، بعضیا گفتن که این کار اشتباه است، آیا این کار ثواب داره یا نه؟ بله، در هیچ جایی ما نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک عبادت برای ما تدوین کرده باشه که برای حضرت حسین رضی الله تعالی عنه گریه بکنیم. گریه کردن اساسا اگر عبادت باشه، اگر به معنی تقرب باشه، گریه کردن برای خود شما واقعا جای به اصطلاح تبریک داره که به شما تبریک بگن که برای خودتون گریه بکنید، برای گناهانتون گریه بکنید، برای قیامت خودتون گریه بکنید، این ثواب داره. اما این که فلانی مرده، حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما گریه بکنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند، این هیچ گونه ثوابی برای شما نداره و این هیچ گونه عبادتی نیست و در هیچ جای از کتابهای فقهی، نه در قرآن، نه در سنت رسول الله و نه از اقوال صحابه و ائمه، این به عنوان یک عبادتی که شما مستحق ثواب باشید چنین چیزی تعریف نشده. و اگر واقعا میخواهید که ثواب برسه برای شما، پیروی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم همون گونه که حضرت حسین عمل می‌کردن شما عمل بکنید، همون گونه که ایشان نماز می‌خوندن شما نماز بخونید، همون گونه که ایشان پایبند بودند به احکام شرعی شما پایبند باشید، یا این که شما بگید من محبت حسین رو در قلب خودم دارم، ای خدای من به خاطر این که حسین نوه فرزند شما، نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، صحابی رسول الله بودند و جهاد کردند در راه خدا، من به این خاطر حضرت حسین را دوست دارم، این محبت باشه، این محبت ثواب داره. اما این که شما گریه بکنید، سر صورت خودتون بزنید که الله به من ثواب میده که به خاطر حسین گریه کردن یا به خاطر فلان و بهمن من سر صورت خودم را زدم و زنجیر زدم، این در واقع هیچ گونه ثوابی رو نداره، زیرا که این به عنوان یک عبادت تعریف نشده و یک عبادت شرعی نیست. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.